درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور رو خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. سپیده کاشانی و طاهر قدیریان فعالان محیط زیست زندانی آزاد شدند. جان کربی سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید گفت اگر ایران خواستار آتش بس در غزه است باید بر گروه حماس فشار بیاورد. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی کنسولگری جدید ایران در دمشق را با حضور همتای سوریه خود افتتاح کرد. خبرگزاری ایلنا از خودکشی یک پرستار 32 ساله به نام ساسان در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه خبر داد. جمهوری اسلامی میگوید پناهجویان افغان بدون مجوز در ایران را اخراج خواهد کرد. اسرائیل میگوید انبارهای تسلیحات ارتش سوریه و گروه‌های نیابتی ایران را بمباران کرده است. بایدن از طرح کاهش بدهی وام‌های دانشجویی در آمریکا رونمایی کرد. و آژانس تغییرات اقلیمی وابسته به اتحادیه اروپا اعلام کرد که ماه مارچ امسال گرم‌ترین ماه مارچ در جهان از زمان ثبت دمای هوا بوده است. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می‌کنم. امروز شنبه 9 اپریل 2024 میلادی برابر است با 21 فروردین ماه سال 1403 خورشیدی. در پی اعلام عفو فعالان محیط زیست برای آزادی از زندان اوین، سپیده کاشانی و طاهر قدیریان هم روز سه‌شنبه 21 فروردین ماه آزاد شدند. این خبر بعد از آن در شبکه‌های اجتماعی همراه با تصویری از آنها منتشر شد که یک روز پیشتر دو تن دیگر از فعالان محیط زیست زندانی یعنی نیلوفر بیانی و هومان جوکار هم از زندان اوین آزاد شدند. نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومان جوکار و طاهر قدیریان فعالان محیط زیستی هستند که وکیل آنها روز یک شنبه خبر عفوشان را اعلام کرده بود. این فعالان محیط زیست به همراه شمار دیگری از کنشگران این حوزه از جمله کاووس سید امامی، مراد طاهباز و عبدالرضا کوهپایه از جمله همکاران مؤسسه حیات بخش پارسیان بودند که در زمستان سال 96 بازداشت شدند. برخی منابع خبری به نقل از صابری نیوز مدعی شدند که جمهوری اسلامی به آمریکا پیام داده در صورتی از حملات تلافی جویانه علیه منافع اسرائیل خودداری می‌کند که در غزه آتش بس برقرار شود. جان کربی سخنگوی امنیت ملی کاخ سپید بدون تایید دریافت پیام ادعایی ارسالی ایران به آمریکا گفت اگر ایران خواستار آتش بس در غزه است باید بر گروه حماس فشار بیاورد. با آنکه صابری نیوز بعداً نوشت که چنین پستی را در کانال تلگرامی خود منتشر نکرده، اما این ادعا به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. جان کربی سخنگوی امنیت ملی کاخ سپید روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت واقعا نظری در مورد گزارشی که ایران ادعا می کند ندارم. از ارائه پاسخ در این زمینه خودداری می کنم و صادقانه می گویم اگر ایران خواهان آتش بس در غزه است باید از نفوذ خود برای اعمال فشار بر حماس استفاده کند. سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید همچنین بر حمایت آمریکا از اسرائیل در صورت نیاز به دفاع از خود مقابل تهدیدات مستقیم ایران تاکید کرد و افزود ما تهدید علیه مردممان را جدی می‌گیریم و می‌دانیم گروه‌هایی که چنین حملاتی را انجام می‌دهند از سوی سپاه پاسداران پشتیبانی، تجهیز و تأمین مالی می‌شوند. گزارشی از ارزیابی مقامات اطلاعاتی آمریکا حاکی است که جمهوری اسلامی در پاسخ به کشته شدن محمد رضا زاهدی فرمانده ارشد سپاه پاسداران در حمله منتسب به اسرائیل در دمشق مستقیما به اسرائیل حمله نخواهد کرد. دو منبع اطلاعاتی آمریکایی دوشنبه شب به شبکه CNN گفتند گمان می‌رود که ایران از برخی از شبه نظامیان حامی خود در منطقه خواسته با استفاده از پهپاد و موشک حملات گسترده‌ای علیه اسرائیل را سامان بدهند. به گفته این مقامات مقدمات حمله برای گروه‌های نیابتی ایران فراهم شده و آنها در انتظار زمان مناسب هستند. یکی از این دو منبع هفته جاری را زمان احتمالی حمله گروه‌های نیابتی به اسرائیل ذکر کرد.
است. دو منبعی که CNN به آنها استناد کرده تاکید کردند که تهران به دلیل هراس از تشدید درگیری در منطقه در صورت اقدام مستقیم از سوی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل نمیخواهد بهانه‌ای برای حمله به خاک خود به آمریکا و متحدین آن بدهند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در اولین سفر خود به سوریه بعد از حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق، آمریکا را به موافقت با انجام این حمله متهم کرد. وی همزمان ساختمان جدیدی را به عنوان کنسولگری ایران در دمشق افتتاح کرد. امیر عبداللهیان روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه در دمشق گفت: به نظر نمی رسد که بنیامین نتانیاهو بدون چراغ سبز آمریکا قادر به انجام چنین کاری بوده باشد. او برای این ادعای خود مدرکی را ارائه نکرد و صرفا گفت که صادر نکردن بیانیه از سوی آمریکا در محکومیت این حمله نشانه ای از چراغ سبز آمریکا به اسرائیل است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اضافه کرد که آمریکایی ها با ارسال پیامی به ایران گفتند هیچ هماهنگی بین آنها با اسرائیل در حمله به کنسولگری ایران در دمشق وجود نداشته است. در ادامه پدیده خودکشی های پیاپی پرستاران و پزشکان جوان در ایران، خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه از خودکشی یک پرستار 32 ساله به نام ساسان در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه خبر داد. بنا به این گزارش، این پرستار در بخش مسمومیت، یعنی بخشی که با خودکشی در ارتباط است، کار می کرد و در همان بیمارستان و در یکی از تخت‌های همان بخش جان سپرده است. دوستان و همکارانش گفتند که ساسان بعد از عدم تمدید قراردادش و به دلیل فشارهای روحی به زندگی خود پایان داده است. بنا به اعلام وکیل مدافع ماشاءالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی معترض اعدام شده، شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج با تبدیل قرار بازداشت ماشاءالله کرمی و آزادی موقت او مخالفت کرده است. علی شریف زاده اردکانی در پستی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده نوشته است که جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات موکلش 4 اردیبهشت در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج برگزار خواهد شد. به نوشته شریف زاده اردکانی، قاضی با تبدیل قرار بازداشت موقت کرمی به قرار تأمین مناسب برای آزادی موقت او مخالفت کرده است. ماشاءالله کرمی در 31 مرداد سال 1402 توسط نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی بازداشت شد و مأموران وسایل الکترونیکی او را ضبط کرده و کارت‌های بانکی خانواده‌اش را هم مسدود کردند. با ادامه آزار و اذیت سایر اعضای خانواده کرمی، 12 آبان ماه سال 1402 در حالی که بیش از 70 روز از دستگیری ماشاءالله کرمی می‌گذشت، همسر و دیگر فرزند او در پی هجوم‌های چند باره مأموران به خانه‌شان ناچار به ترک خانه شدند. هالگر لیمبورگ، قانونگذار آلمانی که کفالت سیاسی محمد مهدی کرمی معترض اعدام شده را بر عهده داشت، اعلام کرده که کفالت سیاسی پدر او را هم پذیرفته است. با نزدیک شدن به روزهای پایانی نخستین ماه سال، کارگران و کارکنان واحدهای مختلف صنعتی همچنان تأخیر در پرداخت حقوق و مزایا را تجربه می کنند و در تازه ترین مورد یک خبرگزاری از پرداخت نشدن 2 ماه حقوق و بخشی از عیدیه کارگران سد کارون 4 خبر داده است. خبرگزاری ایلنا وابسته به تشکل حکومتی خانه کارگر به نقل از کارگران سد کارون 4 در شهرستان دردگان نوشته که تا پیش از این تا سقف 6 ماه مطالبات موضوع پرداخت نشده داشتیم. بنا به اعلام ایلنا، پیمانکار سد کارون 4 کمبود نقدینگی را دلیل این تأخیر اعلام کرده است. مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد که سهمیه سوخت خودروهای فعال در تاکسی‌های اینترنتی مانند اسنپ و تپسی در سال 1403 قطع می‌شود. علی اکبر عرب عامری روز سه‌شنبه گفت این سیاست بر اساس مصوبه‌های جدید گرفته شده و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این خصوص تصمیم گیر نبوده است. پیش‌بینی می‌شود که حذف این سهمیه هزینه سفر با تاکسی‌های اینترنتی را افزایش بدهد. بینندگان عزیز، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرش
شناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. نوروز امسال هم صدف شریک شادی‌های شماست. از سنجد و سکه و سرکه و سماق و سمنو تا سبزی پلو و کوکو سبزی و باقلا پلوی نوروزی شما و انواع آش‌های صدف، کشک صدف و پیازداغ صدف مکمل سفره رنگین 13 به در شما. صدف سال نو را تبریک می‌گوید و تندرستی و شادمانی برایتان آرزو می‌کند. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. وزارت کشور دولت جمهوری اسلامی روز دوشنبه 20 فروردین ماه بیانیه کوتاه در 6 بند درباره اقامت افغان‌ها در ایران منتشر کرد. در این بیانیه آمده مهاجران افغانستان باید به سرزمین خود بازگردند و امکان پذیرش آنها در ایران وجود ندارد. وزارت کشور افزوده اتباع خارجی بدون مجوز که معمولاً منظور اتباع افغانستان هستند توسط کارگزاران مربوطه به کشورشان بازگشت داده خواهند شد و ساماندهی آن دسته از افغانها که مجاز به حضور موقت در کشور شده اند ضروری است. ارتش اسرائیل امروز شنبه اعلام کرد که برای اولین بار به منظور مقابله با یک هدف مشکوک که به حریم هوایی اطراف شهر جنوبی ایلات وارد شده بود، سامانه دفاعی گنبد سی را به کار گرفت. گنبد سی یک نسخه دریایی از سیستم دفاع هوایی گنبد آهنین است که برای محافظت در برابر حملات راکتی و موشکی استفاده می شود. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای که اوایل روز سه‌شنبه منتشر شد اعلام کرد با به صدا در آمدن آژیرهایی در منطقه ایلات مبنی بر نفوذ یک هواپیمای متخاصم، نیروی دریایی ارتش اسرائیل یک هدف هوایی مشکوک را که در حال عبور از آسمان اسرائیل بود شناسایی کرد. هیچ گزارشی درباره تلفات یا خسارت این حمله منتشر نشده و سخنگوی ارتش اسرائیل هم تایید نکرده که آیا این هدف مشکوک یک پهپاد بوده یا خیر، اما گفت که این اولین استفاده عملیاتی از گنبد سی است. ارتش اسرائیل شنبه 21 فروردین ماه اعلام کرد که جنگنده‌هایش در واکنش به شلیک چندین راکت به بلندی‌های جولان اشغالی یک سایت نظامی سوریه را بمباران کردند. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده جنگنده‌ها شبانه به زیرساخت‌های نظامی ارتش سوریه در شهرک مهجه در حدود 30 کیلومتری منطقه خالی از سلاح و حد فاصل دو طرف حمله کردند. این بیانیه افزود که دوشنبه شلیک یک راکت از خاک سوریه رصد شد که خساراتی بر جای نگذاشت و با شلیک توپخانه به سمت منبع پرتاب راکت پاسخ داده شد.
وزارت بازرگانی ترکیه در بیانیه‌ای از آغاز محدودیت صادرات 54 قلم کالا به اسرائیل به دلیل ادامه حملات این کشور به غزه از سه‌شنبه 21 فروردین ماه خبر داد. اسرائیل بلافاصله در واکنش تهدید کرد که کشورهای دوست اسرائیل از جمله آمریکا را به قطع سرمایه گذاری در ترکیه تشویق خواهد کرد تا اقتصاد ترکیه از وضعیت کنونی آن هم بدتر شود. بر اساس بیانیه وزارت بازرگانی ترکیه، محدودیت اقلام صادراتی این کشور به اسرائیل از جمله شامل پروفیل و سیم آلومینیومی، سیم مسی، رنگ، لوله و اتصالات فولادی، قطعات برای پل‌های فولادی، شیشه، ماشین‌آلات ساختمانی، سرامیک، بنزین هواپیما و سوخت جت است. وزارت بازرگانی ترکیه در بیانیه خود افزود این محدودیت‌ها تا زمانی که اسرائیل آتش بس فوری را اجرا نکند و اجازه ارسال کمک‌های کافی و بدون وقفه به نوار غزه را ندهد ادامه خواهد یافت تا نشان داده شود که دولت و مردم ترکیه مانند همیشه در کنار فلسطین خواهند بود. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که نیروی دریایی این اتحادیه که در قالب مأموریتی به دریای سرخ اعزام شده در کمتر از دو ماه گذشته 11 حمله شبه نظامیان حوثی را به کشتی‌های تجاری دفع کرده است. بورل روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در کنار گروپاریس دریا سالار ارتش یونان که فرماندهی این مأموریت را بر عهده دارد گفت مأموریت آسپیدوس 68 کشتی تجاری در دریای سرخ را اسکورت و 11 حمله حوثی ها به آنها را دفع کرد. دریا سالار گروپاریس هم گفت در جریان این حملات 9 پهپاد، 1 شهپاد و 4 موشک بالستیک رهگیری شدند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد که مأموریت نیروی دریایی این اتحادیه در دریای سرخ دلیل روشنی بر تمایل و توانایی برای تقویت امنیت بین‌المللی و حفاظت از مسیرها و کالاهای دریایی است. طغیان رودخانه ها در طول چند روز در 10 منطقه از قزاقستان و همچنین در مناطق غربی سیبری و اورنبورگ روسیه بسیاری از روستاها و چند شهر را به زیر آب برد. در پی وقوع این سیل ها مسکو و آستانه هم وضعیت فوق‌العاده اعلام کردند. دولت قزاقستان روز سه‌شنبه 21 فروردین ماه از انتقال کمک های بشردوستانه به مناطق سیل زده خبر داد و اعلام کرد که تاکنون 3365 ساختمان مسکونی در 5 منطقه مختلف از این کشور پهناور آسیای مرکزی زیر آب رفته و بیش از 86,000 تن از سیل زدگان نجات یافتند و مناطق خود را ترک کردند. رئیس جمهوری قزاقستان این سیل را یکی از بدترین بلایای طبیعی در 80 سال اخیر نامید. بینندگان عزیز بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنسین های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288.
درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. خبرها را دنبال میکنیم. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده از طرح‌های جدیدی جهت کاهش بدهی وام‌های دانشجویی برای ده‌ها میلیون آمریکایی رونمایی کرد. انتخابات بعدی ریاست جمهوری در آمریکا ماه نوامبر امسال برگزار می‌شود و به نوشته خبرگزاری‌ها جو بایدن قصد دارد تا با این طرح نظر رای دهندگان جوان را جلب کند. دیوان عالی ایالات متحده که تحت تسلط محافظه‌کاران است، سال گذشته پیشنهاد قبلی دموکرات‌ها برای لغو چند صد میلیارد دلار بدهی دانشجویان را رد کرد. اما جو بایدن روز دوشنبه گفت که این دادگاه که شامل سه قاضی منصوب شده توسط دونالد ترامپ نخواهد توانست جلوی تلاش او در این راه را بگیرد. دادگاه تجدید نظر در نیویورک درخواست دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، در مورد به تعویق انداختن پرونده پرداخت حق سکوت به ستاره پون را که قرار است در روز 15 اپریل برگزار شود رد کرد. بدین ترتیب دادگاه رسیدگی به پرونده پرداخت حق سکوت به ستاره پون درست در میانه مبارزه انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود و انتظار می رود که حکم هیئت منصفه تا اواسط ماه نوامبر اعلام شود. در این پرونده دونالد ترامپ متهم شده که قبل از انتخابات سال 2016 اسناد تجاری خود را در مورد پرداخت حق سکوت به استفان کلیفورد که با نام هنری استومی دانیلز ستاره فیلم های پون شناخته می شود دستکاری کرده است. آژانس تغییرات اقلیمی وابسته به اتحادیه اروپا اعلام کرد که ماه مارچ امسال گرمترین ماه مارچ در جهان از زمان ثبت دمای هوا بوده است. ماه مارس همچنین دهمین ماه متوالی گزارش شده که دمای هوا در تمامی جهان بالاتر از حد میانگین بود. در این ماه دما به طور میانگین 1.58 درجه سانتیگراد بالاتر ثبت شده است. از جون سال 2023 میلادی دمای هوا در هر ماه در قیاس با ماه مشابه سالهای گذشته گرمترین بوده و این وضعیت کماکان ادامه دارد. بینندگان عشمن، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برنامه آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.